تو بی معرفت جون میدم، من به تو دلم و بد جور دادم. لعنت به روزایی که دلم تنگه، من همه ی این شبا رو قدم زدم با حال، همه جا پا به پاد اومدم و هر جا میشینی میگی بدم، و من که واسط قید همه رو میزدم. گرفتاره دلم، آره یه بیماره که تب داره مثل بارون میباره. وقتی که تو چشاتو میبندی من دلم میلرزه جون دلم، وقتی تو کنارمی به یه دنیا میارزه. وقتی که تو چشاتو میبندی من دلم میلرزه جون دلم، وقتی تو کنارمی به یه دنیا میارزه. گرفتاره دلم، آره یه بیماره که تب داره مثل بارون میباره. سلام با مصطفی و مشتبه حبشی، خوش اومدیم به کلاس. بچه فکر کنم گیتار دیگه به یه مشخصه شما تبدیل شده دیگه، درسته؟ گیتار موهاتون و این عینک. ماجرا چیه؟ گیتار که خب ما 3 سال میزنیم کلا، بعد اینکه کلا علاقه هستمون به موسیقی و موزیکه، حالا موها و عینک هم که موها هم که خود ازادی بلند کردیم بدیم. آره طبیعیه، یعنی مصنوعی نیست. مگه قرار بود مصنوعی باشه؟ نه آخه خیلی ها میپرسن مصنوعیه. خب ولی اصلا اینطور نیست، طبیعیه. عینکی چیه ماجراش؟ عینک هم که دوست داریم دیگه کلا، عینک چون خیلی فکر کنم با وجودی که انقدر حالا خیلی ها بیگرفتون، اما بعضی اون وسط فکر کردن که ممکنه آبادانی باشید. نه نه، چون این عینک ها به صورت همون چون لاغره کشیده است، عینک های گرد به صورت همون میاد مجبور شده. حضور شما از پایتخت 3 شروع شد، اما با یه اتفاق خیلی جالب. شما هر دوتون رفتید پشت صحنه شاهپور، شما جا همسان تنمنده شما رو دید و انتخاب کرد برای پایتخت. خیلی عجیب و غریب به نظر میسه، چی شد اصلا فکر میکردید؟ ما داشت کرج کار میکردیم، بعد کارمون هم دکوراسیون داخلی منزل بود. بعد صاحب کارمون گفت که برید از سوپری خرید کنید برای ناهار اینا. من رفتم خرید کردم، بعد تو راه برگشت جلوی دکه روزنامه فروشی روزنامه خریدم، همینجوری برای روزنامه‌های همشهری و اینا، برای کاریابی اونجور چیزا. بعد روزنامه رو گرفتیم، شب که اومدیم خونه روزنامه رو باز کردیم، نوشته بود که به تعدادی هنرور برای فیلم شاهگوش نیازمندیم. بعد من به داداش پیشنهاد دادم، گفتم بریم همینجوری ببینیم چیه، یعنی هدف خاصی نداشتیم برای اینکه بریم اونجا. خلاصه رفتیم و محسن تنامنده داداش اولین بار هم بود رفتیم از همین صحنه پرسه صحنه. چی شد که تصمیم گرفتید که هنر باشه؟ من قبل از اون فکر کرده بودید بگید؟ نه همینجوری خواستیم بریم پشت صحنه رو ببینیم، فضای پشت صحنه رو ببینیم چه جوریه. آره بله، اون موقع تو کرج هم تو استودیو اینا هم کار می‌کردیم، میخوندیم با بچه‌ها، علاقه داشتیم به موسیقی. خب بعد اینکه محسن تنامنده، آقای محسن منو دیدن توی حیات فیلم برداری که لوکیشن، شما رفتید ببینید یا رفتید به عنوان هنرور مثلا رفتید ببینید؟ هنرور اون روز ما رو نشون ندادن، چون که زیاد بودن تعداد نشون ندادن. بعد گفتم میتونید بیاد پشت صحنه وایسید ببینید. ببینید بعد رفتیم دیدیم، آقای تنامنده منو دیدن، بعد بعد گفتم که یه سورپرایز واسهتون دارم از این دری که چی گفت آقای تنامنده اول؟ گفت بچه کجایی؟ گفتم بچه شمالم. گفت شمالتو بده. گفتم اگه میشه از این در بیاد من یه سورپرایز واسهتون دارم، که داداشو نشون دادم و مثلا آقای تنامنده مون یه لحظه. آره بعد به دستیاراش گفت اینا بیاد بالا شماره تلفن آدرسو بگیر و بعد از 6 ماه زنگ زد. چرا محسن تنامنده سال‌هاست که تو این حوزه داره کار می‌کنه، بسیار هم فرد قویه و به نظرم هوش خیلی خوبه برای انتخاب. اما به نظر چی در تو دید که در لحظه پیش از این که حتی مشتبه رو ببینه احساس کرد که میتونه ازتون شماره بگیره بیاد با هم کار کنید و اون سوال ازت بپرسه که مثلا شماری هستی کجایی؟ اهل کجایی؟ واقعا نمیدونم. بعد از اون موقع باهات هم شکلی بود؟ بله موها. آره ما کلا از سن 14 سالگی موهامون فر همین شکلی. آره یعنی واسه فر بلند. فر بلند همین اصلا همین. خب دوران مدرسه بغیر از خدمت سربازی دیگه. اون موقع گفت که مثلا برای پایتخت نه هیچی نه، شمارمون رو گرفت و بعد گفت که بریم. بعد 6 ماه من تو مترو بودم تهران، داداش رفت و تنهایی شماره واسه اولین بار از هم جدا شده بودیم. بازم زنگ زدن دستیار آقای مقدم هستیم سریال پایتخت آقای جوان،
بیان دفتر قیطریه فلان واسه قرارداد اینا. مثلا کپ کردیم، فکر نمی‌کردیم زنگ. قبل از اون پایتخت رو دیده بودین؟ بله، پایتخت 2-1 رو ندیده بودیم. خب اصلا هیچ وقت تصور میکنی که ممکنه شما به پایتخت اضافه کنید؟ نه اصلا یه چیز اتفاقی بود، اصلا خودمونم باورمون نمیشد. جالب بود واسه اون واقعا. و زندگیتون از اون به بعد تغییر کرد؟ بله خدا رو شکر. بعد پایتخت 3 دیگه بیشتر تو زمینه موسیقی جدی شدیم و اسپانسر موسیقی پیدا شد واسه همون، جناب آقای مسعود دهخان حمایت کردیمون تو 3 سالی که گذشت، ایشون حمایت کردن تو زمینه موسیقی که گیتار یاد گرفتیم، ساز یاد گرفتیم. از ابتدا نقش رحمان الرحیم برادر رحمت براتون انتخاب کردم یا نه بهش گفتم حالا بیایید قرارداد ببینیم تا چی میشه؟ آره نقش برادر رحمت همون رحمان الرحیم واسمون مطمئنی؟ آره حواس جمع تر از توش بکنم، چون من داداش کنن تلفن رو جواب میداد اون موقع یه گوشی داشتیم. حالا کدومتون رحمانی کدوم رحیمی؟ رحمان رحیم مصطفی مجتبی. من اینجوری که وقت عوضم بشه مثلا تو بشی رحمانی بشه رحیم فرق نمیکنه؟ نه فرق نمیکنه که شده جای هم بله بازی کنه. یه بار من چی بوده ماجرا که جای هم بازی تو فیلم فیلنهار دادن بهمون و بعد من جای داداش دیالوگ گفتم، داداش هم جای من دیالوگ گفت. چه کسی پشت صحنه رو سر کار خوش اونا رو سنجی؟ نه چون که یک کلمه بود که مثلا یه من راحت‌تر میگفت. راحت‌تر میگفت. گفتم شما بگو. آره جای... داری من خیلی جالب وقتی میشتم شما با هم یه حرف زدین همیشه داداش خطاب میکنیم. بله ما از بچگی همدیگر داداش صدا میدونیم. چرا؟ نمیدونم دیگه دیگه عادت کردیم دیگه. بله ما هم خوبید خیلی داداش هم نه داداشی داداشی من دیگه. خوب که هستیم دوام زیاد داریم مثل همه زغولا. الان نه قدیم الان دروغ میگه الان نه آره بگه میشه ولی مثلا 2 دقیقه بعدش مثلا با هم دیگه اوکی میشیم. یعنی هیچ وقت نشده که با هم قهر، یعنی بیش از 5 دقیقه قهر باشیم با هم. کدومتون هرسرارتنی؟ هرسرار این خیلی نه دیگه هیچ دروغ میگه خودش نه خودش رو باور من کلن چهرم شیطون تر است ولی درونی مظلوم تر هم شیطون تر آره باشه آره. ولی درونی مظلوم تر هم این حق تو خورده ولی آره این نه با 5 دقیقه هم بزرگتر هم رسیه 5 دقیقه خب وقتی حق بزرگی باید به جا بیاره دیگه باید به دیگه جایی زور بگیم. خب چند تا خواهر برادر داری؟ ما زیادیم خواهر برادر چند تا این مسئله هم ممیش بولیم پاس هم زیاد ما 4 تا داداشیم 3 تا بی شما چندومی؟ ما آخری داشتیم تحت قاریا نه خب از اول بچه تمایزتون چون شما دوره همسان هم هستید خب برای دیگران خیلی جالب بود که شما مثلا دو قله های همسان دیگه درسته بله. بچه تمایزتون با بقیه حرف زحمت تو اعضای خانواده چقدر به شما میشه توجه میشد سر این ماجرا سر اینکه دو قله باشه دو قله همسانی چون ما تو خونه آدمون دو قله دیگه هم داریم و واسه شون عادی بود من دو تا از آبجیامون دو قله بودن دو تا از آبجی خودمون ولی یکیش بچه بود مرد دیگه متاسفانه فوت کرد بعد منم همینجوری بودم منم از دنیا اومدم آره ضعیف تر از داداش بودم و من میگم این حق تو کلام دیگه خدا خواسته موندیم خب خدا شد خب توی مدرسه واسه همین کارا میکرد که دیاره گرجه هم بگید اونگاه مثلا مشقای جا همین خیلی دیپلومشو من گرفتم دیپلومشو سرکارم چجوری بود ماجرای دیپلومشو دیپلومشو داداش شهری برد من یه امتحان جا من درسم کلا بهتر بهتر که نبود مسابقه بودیم با نه من جا مونده بودم جلسه امتحان خورداد ما چه کاری داشتی جا مونده آره مریض شده بودم نتونستم برم سر جلسه امتحان بعد رد شدم گفت معلم گفت بیان شهریور امتحان بدید فلان بعد گفت که من جات میرم رفت و معلم هم خیلی با ما خوب بود یعنی ما رو کاملا میشناخت بعد رفتم رو میز نشستم و صندلی داشتم دبیرستان بود داشتم تستا رو میزدم بعد معلم دیدم داره از راه دور نگامو میکنه گفت که اومد بالای سرم بعد گفت که مشت هم فکر نکنی من نفهمیدم ولی آروم بی سر صدا علی معرفت آره دیگه لو نه حضورت باشه درس بخونی به نظر میرسه زودی کلا این تنبل تره تو آره تنبل من همیشه جلو میافتم داداش همیشه سعی داره تو خط شکنه ای آره تو کارا خیلی جدیه مشتم من تو کارا کلا جدی تر کلا تو موسیقی خیلی جدی تر از من شما دو تا تفاوتی هم دارید یعنی که به لحاظ اخلاق جز این که مثلا این ایشون تنبلتر مصطفی و تو خیلی مثلا پشت کارت ممکنه که بیشتر باشه تفاوت‌های دیگه‌تون چیه؟
تفاوت بود از نظر ظاهری؟ نه از نظر ظاهری خیلی شبیه مستوی که پرخوشگره، خیلی جدیه، خیلی قشنگ آدم بده اینا هم آره نمیدونم چرا نه جدیه خیلی روکه من نه من تودارتریه آره تودارتر تودارتر رو ولی آبزیر کنتره مرموزتره بعد دوتایی دعوام میکنید با خودتون هم بیرون بخواید دعوا کنید الان که نه ولی قدیم چرا دوره مدرسه تو مدرسه اصلا بچه بودی دعواق مستوی آره بچه بودی مثلا یکی داشو میزد من زورم میامد یعنی اصلا نمیشد نرم دوتایی میافتادی سر آره اصلا نمیتونستیم جلو خودمون بگیم ده نفرم بودم یعنی اگه کتک میخورد من باید میرم همیشه هم من کتک میخوردم این فرار میکرد این در میرم خب و بعد اینکه بیشتر وقتتون با هم دیگه میگذارید آره حوصله‌تون از هم سر نمیره نه از هم آره نه با هم نه بخون نه با هم یه جایی رو اعصابته نه خودش نه یعنی بدون هم باشیم خیلی سخته با هم دیگه تمرین میکنیم مثلا روزه که حوصله هم سر میره میخونیم با هم انرژی میگیریم واقعا آره با خوندن و واقعا گیتار زدن تمرین کردن خیلی انرژی میگیریم هیچ وقت از هم خسته نمیشه علاقتون به موسیقی از کی شکل گرفته؟ ما که تو دوران بچگی مثلا تو مدرسه گروه سرود اینا دوران راهنمایی دبیرستان و دیگه بعد پایتخت سه قبلش کار میکردم دیگه بعد پایتخت سه چیکار میکردی؟ یعنی شغل دیگه ای داشتی؟ بله بله آره شغل ما آزاد بود ولی موسیقی هم خودمون به خاطر دل خودمون که دوست داشتیم تفننی انجام میدادیم چون خیلی علاقه داشتیم مثلا از کرج میرفتیم مرشهر کرج یه استیدیویی بود مثلا ما یه بار میرفتیم دوست داشتیم علاقه داشتیم واقعا بله بعد اینکه دیگه بعد پایتخت سه جدی شد برای تو موسیقی داری ازم دور میشی تو دل میکنی تو که خوب میدونی که جون منی چرا میذاری که واسم سخت بشه این زندگی تو که حرفامو نمیفهمی و بردی دلمو با آقای دهخان هم به عنوان تهیه کننده و اسپانسر شما اضافه شد حضورشون چقدر به موسیقی شما ایشون هدفشون از اول این بود که قرارداد 10 ساله باشون بستیم بعد فکر بلند مدت داشت کنن رو مردم بعد یه سال اول گفت که بچه شما باید برین خدمت یعنی خدمت سربازیتون رو باید بگذاریم بعد ما مخالف بودیم اینا گفت که برید راحت میگذره بعد یه کاری کرد که با هم بیفتیم راحت خدمتمون رو با هم انجام چون نمی‌خواستید این خدمت نه اصلا خدمت دوست نداشتیم واقعا از جداییمون ها مثلا یکی این بعد یکی جدا بیافتیم بعد اون موهامون هم حساس بودیم آره دقیقا خب چه کاری بود میخواست به زور بفرستتون کی آقای دهخان حالا نمیدونم چه علاقی داشتن برای خیلی به دردمون خورد در آینده خب کجا افتادیم ما خدمتشون ما وزارت دفاع بازی کردن دیگه خب بعد خدمتمون با هم بودیم و من تخت بالا بودم داشت تخت آره تو آموزشی بعد همه تعجب میکردم مثلا خدایا این دو تا مثلا این دو تا یکی تخت بود چه بلایی سر بقیه آوردید اونجا حال میکردن مثلا واسه میخندیدیم میگفتیم میخندیدیم اونجا توی حسینیه همش چون فامیلیمون حبشی بود بعد مثلا تازه بلال حبشی ها دقیقا بعد میگفتیم مثلا بیاید مکبری کنید قرآن بخونید فلان و دیگه میرفتیم توی عدد سیاسی ما رو میبردن زیاد مثلا واسه بقیه ریاکشن چی بود؟ آجا اون موقع پایتخت رو بازی کرده بودید دیگه پایتخت سه رو بازی کردیم موهامون چون کوتاه شده بود مثلا چه حالی داشتید اینا رو برای بازی کرده؟ یه آرایشگاه وقتی که رفتیم دقیقا فرداش میخواستیم بیاریم خدمت آموزشی شب قبلش یعنی اینقدر دوست داشتیم موهامونه شب قبلش زدیم حساب کنیم خیلی بار آره. یارو زد گفت چه موهایی داری حیف نیست بنا یارو هم شناخته بود مارم. بعد گفت پلاستیکو بگی موهاتو جمع کن ببر خونه دلت واسش تنگ میشه واقعا همین داره بعد اون موها هم به درد خورد گیرمون پایتخت آقای مصطفی کوزدی مرتضی کوزدی موهامونو گرفت برای بافتن ریشو استفاده کرد آره آره و به ما میگه هر وقت کوتاه میکنید بیارید مثلا چون میگه موهاتون یه جوریه که مثلا میبافی آب میپاشی روش فرش یه جوری میشه که خیلی طبیعی میشه فر ریش یک سال خدمت کردید شما نه دو سال دو سال خدمت انجام دادیم چهار ماه به آقای مقدمینه نامه دادن باز پایتخت چهار خب
که جزء معمولیت حساب شد، در حال خدمت بودیم توی یک ماه و در حین خدمت هم کاری مثلا فرنگی زیاد انجام میدادیم، واسه پادگان سازمان اینا مرخصی میدادن، لطف میکردن خیلی و سازمون هم نه خدا رو شکر لطف داشت، خدا بود اولا، واقعا لطف خدا بود، تا اینجا هم که رسیدیم کاملا لطف خدا بود. حتما همینطوره. شما دو تا برادر توی حوزه موسیقی، همه رو دو تا برادر دیگه میندازید اون تا اون برادر. خیلی همه شوخی میگن که شما ها البته خیلی از شباهتی نشد از نظر نوع اجرای موسیقی و حال هوا، یه مقایسه یه برادر شما رو با کامران هومن مقایسه میکنم. ماجرا چیه؟ ماجرای مقایسه؟ من مقایسه خودم به شخصه کامران هومن رو دوست داری. از بچگی دوره دبستان بودیم فکر کنم، خیلی با انگاش خاطره داشتیم، یعنی سی دی هاشو می‌خریدیم، واسه همون جالب بود وقتی می‌دیدیم خدای این دوتا چقدر باحال هم مثلا آهنگاشو می‌خریدیم. آره طرفدارشون هستیم، هنوزم دوستشون داریم. نه حالا مردم چرا مقایسه میکنن اونشو نمی‌دونم، شاید به خاطر دوقلو بودنمونه، برادر بودنمونه، اعتبار نه دوقلو نیستن نه برادر هستن. بله ولی مقایستتون گفت شما برای ماجر موسیقیتون اسم خاصی بله ریکادو هست، ریکاتو که ریکا به معنی پسره. بله دو هم به معنی به توان دو دیگه، دو هم به توان دو، نوت اول موسیقی دو رو میفا. بله دو پسر که این اینستامون هم ریکاتو آفیشال. خب بعد این که شما وقتی که به پای تخت چهار هم حضور شدید، تو پای تخت پنج یه دفعه باعث شد که موسیقی شما خیلی خیلی پررنگ دیده. آخه پای تخت چهارم ما میگم چون در حین خدمت هم کار میکردیم، ساز میزدیم، یعنی بعد خدمت که میادیم خونه مرخصی میگرفتیم، استادمون با اون کار میکردیم، آقای مهتی صفاتی هر روز واقعا پیش ما بود، میگو بچه شما باید سریع و فشرده یاد بگیرید چون میتونید، بعد روزی راحت روزی 10 ساعت 12 ساعت ساز میزدیم. بعد روزایی که خدمت نبودیم، بعد دیگه پای تخت چهارم هدف برای این بود که بیشتر خوندنمون دیده شه، ولی متاسفانه نشد. ولی دیگه امسال پای تخت پنج لطف کردن. یعنی جزء شرط و شروطتون برای بازی؟ نه شرط و شروط که نه، خدا باید تنوانده دوست داشت، یعنی اینکه تواناییتون رو میشه بهشون گفتن، گفتن که آره ما تواناییمون اینه و واقعا میخوام تو این زمینه قدم برداریم و خودشون هم موافق بودن که از این استفاده کنم. اما اونجا شما بیشتر مازندرانی اجرا کردید، خب برای خیلی هم بامزه بود این ماجرا، ولی خب شاید بعضی هم این انتظار داشتن که یک ملودی دیگری از شما نبن که خودتون ساختید. چه شد بیشتر؟ البته فکر می‌کنم حالا هوای خود داستان شاید کمی میتلن به خاطر حالا هوای داستان دقیقا، چون خودشون پیشنهاد میدادن آهنگای مازندرانی بخونید. بعد آهنگا رو کی انتخاب میکرد؟ آقای تنوبنده. آقای تنوبنده بعد اینکه میگفتن بیشتر آهنگ فارسی کلا نخونید، کلا سعی کنید محلی بخونید چون به حال هوای فیلم می اومد دیگه. و بعد اینکه خب توی این آهنگای مازندرانی که اجرا کردن محسن تبانی میشه از آهنگا رو گوش میداد، بعد به شما پیشنهاد داد، شما چه زمانی میذاشتید که روش تمرین کنید؟ آقای تنوبنده روز قبلش ما میگفت بچه‌ها برید چند تا آهنگ مازندرانی گوش کنید، دانلود کنید، و ما گوش میدادیم اونایی که خودمون خوشمون میومد، بعد پیشنهاد میدادیم. آره بهش پیشنهاد میدادیم و اونم انتخاب میکرد که یعنی یه روزه آهنگ رو لبا حاضر. آره حتی نصف روز کلا نصف، چون کارمون اینه میدونیم مثلا آکوردا رو میشناسیم، این گاما رو میشناسیم. البته شما دو تا خودتون منوی شمالی هستید و مازندرانی هستید. بله. کابونی هستید. بله. غرب مازندرانیم، یعنی در واقع میشیم گیلماز. یعنی یه چیزی بین مازندران و گیلان. گیلان. خب این برای همسانسازی لهجه ها چیکار کردی؟ برای خوندن، هم برای خوندن هم برای حرف زدن داخل سریال. خب برای حرف زدن که بچه های گروه صحبت میکردن ازشون ایده میگرفتیم. مثلا قبلش مسلح بودید به مازندران؟ بله. به مازندران نیست، این سمت مازندران. آره سمت خودمون که کلا فرق داره، مسلط ولی سمت اونور نه، کلا آره مسلط نبود. شما یعنی زبان اونجاشون بیشتر به سمت گیلان و اون سمت نزدیک دوست گیلمازی ما دیگه برد. یعنی یه چیزی بین گیلان و یه زبان جداست، ترکیبی از مازندرانی و گیلان. پس چی شما دوباره از ابتدا یاد گرفتید زبان اینا؟ نه همون گوشی خودمون توی صحنه که بچه ها از بچه ها یاد میخوندن اینا، دوستان از بازیگرهای دیگه یاد سعی میکردیم که شبیه اونا صحبت کن و برای خود خوندن مازندرانی چطور؟ خوندن که دیگه انقدر گوش دادیم. آره، بعد با سازم بازم خوب نتونستیم کلماتو خوب ادا کنیم چون
ولی من مامانم مازنم میگم خیلی نزدیک بود. آره خیلی نزدیک بود. انقدر که شاید بچه تمیزش حتی برای ماها که به گوش آشنا بود اونقدر زیاد نبود که بخوایم تفاوتش رو سعی می‌کردیم گوش کنی کارا رو. بعد کسی بود که تایید کنه مثلا بگه که این درسته یا غلطه یا نه کار خودتون بود دیگه. کار خودمون آقای ترابنده تایید میکرد. آقای ترابنده گوش میداد میگفت عالیه، یعنی تایید میکرد بعد میرفتیم واسه ضبط. میرفتیم برای ضبط. بعد تو این فایل شما چون بخشی از لفتون بین مردم مازندران انجام شد و احتمالاً اونها هم یه سری معاشرت داشتن، چه ریاکشن ها فیدبک های از اجرای این کارها میگرفتید؟ چون اونها هم ترانه معروف محلی خودشون بود و روش خیلی احتمالاً تعصب داشتن. اونها میشنیدن خیلی خوششون اومد خدا رو شکر. خدا رو شکر. آره صفات مجازی که مثلا می‌بینیم آهنگای یعنی خودشون خود مردم دست به دست کردن، دست به دست کردن کلیپامونو که با مجازی. بعد یه کار مازنی خونده بودیم تو اون اینستا خودم گذاشته بودم، اونم خیلی پخش شد خدا رو شکر. مازندرانی ها دوست داشتن هم مازندرانی ها هم یه شما یه کار فارسی رو در پایتخت اجرا کردید که اصلا باستابش فرامرزی رفتید. آهنگ آرش دلفان بود. بعد حتی ابی هم نسبت به اون ریاکشن نشون داد. هرچند که ظاهرا ریاکشن ابی یه ذره باش باعث خوشحالی مردم شد و احتمالاً ما از اون فکر می‌کنم کمی روی ادامه روند موسیقی شما پخشش در تلویزیون کم. حالا باز نذاشتن آهنگای خودمون یا آهنگای فارسی دیگر بخونیم، مجبور شدیم حالا یه کاری از آرش دلفان بخونیم چون تو پایتخت چهار یه کاری ازش خونده بودیم و این هم خدا رو شکر مردم دوست داشتن. وقتی که ابی نظر داد که من فیلم و سریال های ایرانی رو دنبال میکنم و کار شما دو نفر رو در واقع پخش خودتون باورتون میشه؟ ما حقیقتش از اولین باری که رفتیم سر پایتخت مثلا پایتخت پنج که شروع کار کنیم دوست داشتیم خوانندگیمون دیده بشه، مردم ما رو به عنوان خواننده بشناسن. واقعا فکرش نمی‌کردیم یه دفعه همه چی با هم دیگه جوست بشه، اینجوری بشه کلا داستان چف بشه، آقای ابی بیاد تعریف کنه، بیشتر خوانندگیمون دیده بشه. این خیلی یعنی دو روز باور نمی‌کردیم، یعنی بعد تایید کسی مثل ابی بعد آقای صدای ایران به دل میشه. واقعا من هر روزم هر روزه تو شوکه. دمشون گرم. آره خیلی دمشون گرم. اما از اون من ناراحت نشدید که این نگفتید کاش بعد سرگل تعریف میکرد یه مقدار ما کوتاه نمیشدیم یا نه؟ نه مشکلی نبود، اوکی بود. آره خودمون راضی بودیم خدا رو شکر. ما میشه ازتون خواهش کنیم به اون یه بار دیگه اینجا برای شده آهنگی که آقای ابی بله اوکی چه سریع هم دست ساز شما دست سازتون خوب آقا بله مرسی. آهنگ ابی رو بزنی؟ بله دست من میری از دست تو میرم تو زنده میمونی منم که میمیرم تو رفتی از پیشم دنیا مخم برداشت برداشت ما هم تفاوت ساشت این آخرین بار من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین بار من ازت میخوام عاقل شی دیوونه این آخرین بار من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین بار من ازت میخوام عاقل شی دیوونه thank you.
بزرگ تنهای این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد. من عاشقت هستم اینو نمیفهمی، یه چیزو میدونم که خیلی بیرحمی. همیشه میرفتی هر لحظه هر ساعت، آغوش من هرگز زندون نبود واسم. هر چی بدی کردی پای من بنویس، نتیجه این عشق بازم مساوی نیست. مرسی. موسیقی رو با توجه به حضور آقای دهقان که گفتید خیلی برای شما جدی شده، که قرار اولین آلبومتون رو بیرون، که قرار کنسرت برگزار کنید؟ آلبوم که ما حقیقتش از پارسال قرار بود یه تک ترک بدیم بیرون، ولی اون فرصت نشده بود، اون فرصتی که باید میشد، یعنی اتفاقی که باید میافتاد نیفتاده بود. و اینکه تا الان خدا رو شکر با این اتفاقی که افتاده اول تک ترک میدیم بیرون، ولی شانه آله کارایی با امیر جمالفر، با مسعود جهانی که یه سال نیمه دو سال باشون در ارتباطیم، واسه ملودی هامون تنظیم هامون. انشالله که همین ماه هست که تک ترک همون بیاد بیرون. ما بیشتر حالا اینم بگم، بیشتر دوست داشتیم با عشق کار کنیم بابت تو زمینه موسیقیمون. هیچ وقت به کنسرت و اصلا محبوبیت تو موسیقی رو فکر نکردیم. آره حالا ولی باید مردم بپسندن. حالا به نظر میرسه که مردم صدای شما دوست دارن. خدا رو شکر لطف داشتن. یه ملودی هم اگر اشتباه نکنم یه قطعه رو شما اجرا کردید با ملودی خودتون، درسته؟ بله. یک دقیقش رو که ما هم قبلش شنیدیم این کار رو، راجب هم صحبت بود که البته فکر میکنم که همراه با یه عکس خیلی پرخاشیه اون ملودی. بله یه ملودی بود که تو ماشین با بچه های پایتخت میخوندیم، پشت صحنه بود دیگه. بعد فیلم برداری که میکردم فیلم پخش شد، مثل این که ملودیمون شعرمون، شاعرش هم که مهشاد عرب هستن، همین خانومی که عکسمون پخش شده با رحمان و رحیم، شیطان رژیم حالا نمیدونم، ایشون خانوم عرب هستن، ایشون خانوم عرب نیستن. بله شاعری که دو سال با اون شاعر خیلی خوب و برجسته کشورمون هست، شاعر ماکان بند و خیلی موسیقی که دو سال با هم دیگه کار میکنیم. حالا اون عکس هم پخش شد دیگه. آره اون فیلمه در نهایت کمک کرد، چون به نوعی هم باید شد اثر دیده بشن، این چون مردم حتی همون بله رو پلی میکنم میشن. خدا رو شکر، خدا رو شکر دوست داشتن، دم مردم گرم. من یه پیشنهاد دارم که زودتر پی کار بگیرید، یعنی از این اتفاقی که افتاده استفاده بیشتری داشته باشه، چون ما دوست داریم که شما در حوزه موسیقی هم بازیگریش خواهد برای شما جدیه. ببینید اصلا تو این چند سال بعد پایتخت چهار دقیقاً پایتخت سه یا چهار بیشتر پیشنهاد میشد. آره بیشتر پیشنهاد فیلم اینا. آره خیلی میشد، ولی دیگه اسپانسرمون گفتن که شما دوست دارم، یعنی خودمونم دوست نداشتیم به عنوان بازیگر بیشتر شناخته بشیم. و اینکه خیلی پیشنهادا رو رد کردیم، ولی کار جسورانه بود به هر حال، چون برای چون پایتخت خودش خیلی پربیننده است و بهترین سریال ایرانه. گروه بالی هستن خودش. الان حال میکنه مثلا انگار مثل خانواده‌ن واقعا، کل اعضای گروه بازیگرا رو میگم، بازیگرا همشون مثل خانواده‌ن خودش. یه تیمی خیلی به ما خیلی لطف داشتن، همه صمیمی کنار هم، آدم دوست داره واقعا حتی یه سکانس هم اونجا بازی کنه. ما خودمون به شخصه در واقعیت داریم بدون یه شعاری فلان، خودمون خیلی دوست داشتیم کنارشون بازی کنیم. ولی خود آقای تنومندن میدونستن که ما تو این زمینه فعالیت میکنیم، بعد بهشون هم گفتیم آقای تنومنده ما دوست داریم بیشتر خوندنمون دیده شه یا مثلا صدامون شنیده شه. گفت که باشه بچه، من خیلی تو ذهنم واسه دون برنامه دارم. کار داشت دیگه، یکی از سکانس های پربیننده همون سکانسی بود که برای آقای ترامپ موسیقی اجرا کردید و همراه شده با رقص ارسطو و رحمت. خدا رو شکر، خدا رو شکر مردم دوست داشتن. راجب این توضیح بدید که توی اون شما این توی پایتخت پنج نقش داشتید که به نوعی شما اضافه شدید که شما در آرایشگاه داشتید کار میکردید، بچه سرمونی بدید. خیلی با تون شوخی میشد با موهاتون و یه ادبیات، شاید یه جایی براتون به کار می شد که بعضی میگفت آخه اینا گناه دارن تفریا. بله دیگه بچه های گروه لطف داشتن.
برگ نمیخوره ما خیلی مورد علاقه آره کلم بروکلی و نه گوله کامبا نه چیا کلاو آره برگ نمیخوره ولی یه فامیل داریم موهاش فرفریه دختر اسمش دخترم هستن که رفته بود کلاس نقاشی بعد مامان سنگ زد گفت که دخترم با گریان اومد خونه موهاش فرفریه دقیقاً اما عکسی که تو بغلم همه توی مدرسه مسخرهش میکرد همه میگفتن کلم بروکلی نمیدونم لونه کلاخ فلان بنده خدا با گریان اومد تو خونه مامان سنگ زد گریه بچه بند نمیومد صحبت کردن باهاش شوخی میکنن اونا اشکال نداره آره میگن عادی شد قبل پایتخت هم چون گفتن تو پایتخت بیشتر باب شد بعد تو پایتخت دیگه باب شد دیگه ما کلن استایلمون استایلمون همینه کلن از سن 14 سالگی خب اون موقع یعنی بهتون کسی چیزی نمیگفت نه همون واسه شون جالب بود دوست داشتن ولی هیچ وقت از این حرفا که اینا تو پایتخت می‌زدن به شما نمیگفتن دونه کلام میگفتن ولی کلم بروکلی ولی فکر کنم کلم بروکلی از دونه کلام بهتره خب شوخیه زیاد جدی ما نمیگیریم البته جز دیالوگا بود خیلی هم جالب خیلی جالب و شیرین زیاد خورده نمیگیم چون که باحال بود دیگه خوشتون اومد. رابطه‌تون با رحمت بعد از بزرگی چطوره؟ من حاج عبداللهی واقعا با خودش خیلی صمیمیه. تو این بله واقعا تو این مدت خیلی چیزا ازش خیلی نصیحتمون میکنه. هم نصیحت هم تو زمینه کاری خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. خب با محسن تنونده که به نظرم رابطه خیلی خوب باید داشت بشه بله بله اتفاقاتی که در پایتخت افتاده ولی رابطه‌تون با رابطه خیلی بله. خوبه ولی هستن ولی آدم خوش با معرفتی هستن خوش مرام هستن ولی بد اخلاقه نه 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 جدیه تو کار تو کار ولی میگن که بد اخلاق خودش هم میگه من بد اخلاقم بد اخلاق نیا کن آفت توی محیط کاریش وقتی که کار شروع میشه واقعا آدم جدیه ولی بیرون کار با همه میگه میخنده اوکی باشه بله ولی میخواستید خودتون رو بندازید به محسن تنونده در فیلم نقه معمولی نشد به عنوان داماد دیگه بله جز فیلم نامه بود در قسمت هایی فکر کنم 7 و 8 دیگه بتونید ازدواج کنید با سارا حالا مثلا میگفتن که سارا نیکاد سنشون کوچیک و مثلا بچن و ما متولد 5 5375 ما هم زیاد بزرگ نیستیم ما بچه الان دارید غیر رسمی خواستگاری بود نه همینجوری دارم میگم آخه تو همه تو پخش شده بود گفته بودن که ایراد داره و فلان شما چند هفته دو پنجی پنج پنج هزار سی سال هفته دو پنج خیلی باحاله یعنی 21 ساله بود 15 ساله فکر کنم 14 و 15 فکر کنم نمیدونم ولی بعد بیشتر این اعتراضات به خاطر اینکه میگفتن که دارن ترویج میکنن ازدواج کودکان و اینا رو ولی خب در نهایت تقریبا معمولی به شما دختر نداد ندادی امیدواری نه حالا ما که حرفی نریم حالا هرچی خوش میدونم ولی فکر کنم باوزشه چون آقای مقدم از پیشتر ها بعدش نمیم از اینقدر پایتت ادامه پیدا کنیم بتونیم سارانی کار شوهر دوزیم من به نظرم میرسه که دامانه معمولی هم حالا که ببینیم چی میشه در ادامه این سال خودت که فکر نکنم برای تو بیاد نه ما که اصلا فکر نکنیم تا حالا در واقعیت ولی تو فیلم جالب میشه به نظرم به ازدواج فکر میکنی جفتتون؟ نه هیچ اصلا تا الان واقعا نه چرا؟ نمیتونیم بدون هم خوب آره یعنی چه قرمانگه تا آخرمون با هم باشیم؟ جدایی پیش حتی به داشت گفتم یعنی تو قلو رو گیر حتی چند سال پیش مثلا 3 سال پیش به داشت میگفتم مثلا اگه بخوای ازدواج کنیم فلان مثلا خونه همون باید دوبلکس باشه یکی باشه همه توی خونه باشه باید قبول کنیم آره گفتیم همه باید توی خونه باشیم یعنی اصلا جدا نباید اصلا باشه تا این حد به هم وابسته آره ما خیلی به هم وابسته خیلی عجیبه ما خیلی همه دو قلوها اینجوری هم فکر نکنم فکر کنم باشن چون اونایی که خیلی وابستن مثلا بعضی هستن که همسان هم ولی یکی باز خوش میره بیرون اون یکی با این میره بیرون یکی با این رفیق ولی ما همه جا با هم ما نه ما همیشه با هم شاید تو عمرمون 5 دفعه باشه که 5 روز باشه که دور از هم باشیم یا بدون هم جای بیشتر از 5 روز هیچ وقت نشده دور باشه مثلا خیلی عجیبه و این که اصلا حسرتون از هم سر نمیده نه واقعا ما چون شمال هم بچه بودیم زندگی میکردیم همبازی خودمون بودیم دقیقا شاپرک میگرفتیم من سر کشاورزی هم وقتی که تصمیم گرفتید که وارد این حرفه بشید خانواده هاتون شدیدم کمی مخالف این ماجرا بودن اما تونستید با ریش سفیدی بزرگتر فامیل راضی شد مخالف که ما خانواده همون کلن خانواده درس خونن همه خواهران درس نخوناشون شما دوتایی یعنی خیلی یعنی یکیشون که توی امریکا درس میخونه آره اونجا تحصیل میکنه دانشگاه تهران
ریاضی فیزیک میخونه. یک داداش هم مهندس متالورژیه. کلا همه‌شون درس خونن. من نخونه‌اش بودیم. بعد ما هیچی نخوندیم. خوندیم دیپلم داریم. هنوز 21 سالمونه. حالا ادامه بدیم سال دیگه. بعد اینکه ما واقعا چون خیلی بازیگوش بودیم، خیلی بازیگوش بودیم. به درس اینا نمی‌رسیدیم. و خیلی هم از این بابت شاکی بودن. تو کلاس بلدرچی میوردیم و این میکردیم ما بلدرچی. چه کار داشتیم با ما رو بلدرچی؟ هیچی دوست داشتیم میوردیم تو کلاس بلدرچی میکردیم بچه فضا رو عوض کنیم. نه به هر کار داشتیم. خب بالاخره نازمه با تو کار داشتن و یا معلمه. البته یه خواهر توی انزوا تا حالا دیدید کسی معدلش تو انزوا کسی نه بشه تجدید بیاره؟ شما شدید داشت تو انزوا تجدید من نو شدم این شده ده و نیم. آها تو یعنی شیطنتت ازش کمتر بود؟ میگم نشون مثلا نمیداد ولی از اون پشت کارا میگم. آره جالب من شیطنت میکردم به اسم به اسم من در میرم این هم ایچی نمیگم. خب بعد چیکار کردی که در انزوا تجدید بودی؟ اصلا یعنی شاهکارت بود به خرج دادی؟ چیکارا میکردی غیر بلترچی؟ خیلی با معلم ها کشتی میگرفتیم مثلا پشت در باز میکردم میرفتم یفت نه خودش هم دوست داشتم آره معلومه آره بعد شمالی هم عاشق کشتی اون یه چیزان دیگه دوست داشتن کلمه بزنن. اگه خیلی دوست داشتن که نمیذاشتن شما تجدید کنید معلومه دیگه جای خاطرشون آزرده میکرد. آره هیچ مدرسه‌ای راهمون نمیدادن شیطون از شمال اومدیم کرج اس بنویسیم واسه مدرسه. ولی من جای داداش درخشان آره یه خاطره جالبم بگم. جای داداش من خیلی کتک خوردم از بابا. مثلا بابامون داداش آدم زرنگی بود. بابا کلا نمی‌شناسه. میگه فقط میگه مصطفی. آره. بالاتر فقط یه دونه صدا می‌کنه که یکی بیاد مثلا. آره. تشخیص نمیده. بعد داداش شیطونی که می‌کردن داداش شیطنت می‌کرد این زرنگ بود. مثلا بابا که میومد خونه بابام دست بزنش خیلی خوب. بعد این انقدر زرنگ بود همیشه از زیر کتک در میرفت. بابا میاد منو میزد جای این. فکر می‌کرد که مثلا منم. صدات هم بالا می‌رفت. نه. بعدش میگفتن بابا اشتباه گرفتی اون داداشی مثلا اشتباه منو زدی فلان. میرفت لباسام یه جور بود تو خونه لباسام میرفت دو دقیقه دنبال این میگشت دوباره برمیخورد به من دوباره میگرفت منو میزد. میگفتم بابا الان منو زدی. دوباره منو زدی. اون میخندید همیشه. از فاصله دور. چرا نمیرفتی به دادش برسی؟ میشه شما کتکارو تنهایی بخورد. حال میکنم از دور میرم کتک بخورد. حال حال میکردم. بعد سلیقه‌تون توی لباس گفتید همیشه توی این سال‌ها یکسان می‌پوشیدید. اون وقت مثلا که سلیقه کی بیشتر اعمال میشه برای یکسان سلیقه؟ یکسان پوشیدنمون از بچگی عادتمون شده. یعنی خانواده از بچگی همه‌چون رو با هم ست خریدن. یعنی من این شلوار جین تنم نباشه کتان تنم باشه چون شلوار جین تنش باشه انگار یه چیزی از نمیدونی گربه سیبیلشو میکنی تعادل صد اصلا میرم ما هم کنار هم بشینیم اصلا نمیدونم چرا و لباسامون هم تک بشه مثلا این پیرنه و گم شه سلیقه کی بیشتره؟ سلیقه که انقدر با هم میریم تا جفتمون از یه جنس خوشمون بیاد. یعنی من خوشم بیاد این خوشش نه. آره خب برگردیم سر اون ماجرایی که گفتید که خانوادهتون ورودتون به عرصه بازیگر و این سوال من که پرسیده بودم که به نظر میرسید که خانوادهتون مخالف این ماجرا نه مخالف که نبودن بیشتر میگفتن که درس بخونید درس بخونید چون که نمیخوندید. آره چون داداشام میگم همشون درس خون بودن دیدن ولی از شما مقایسه میکردن. آره نه ما خودمون واقعا دوست داشتیم هر کار دستی درست میکردیم کار هنری خیلی آره دوست داشتیم دوست داریم خودمون هر چیزی که خودمون دوست داریم انجام بدیم به زور نباشه مثلا. خب شما بین درس و بازیگری در نهایت بازیگری انتخاب کردید برای موسیقی اون کارون بعد پس مخالفتی در کار نبود بود ولی گذشت بعد خوب شد دیگه دیدم فیدبک آره دیدم الان راضی هم اصلا میگن درس هم بتونید هم کار بشه نه هر روزم میگن درس بخونید بیاد بخونید در ادامه ولی در ادامه چی میخوایم بخونیم؟ ما رشته موسیقی آه در دانشگاه رشته موسیقی ما عشقمون با هم موسیقی یعنی بغیر از این به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنیم. توی این قسمت بهتاش اضافه شد به بهرام افشاری. بهرام افشاری خیلی ها نقش اون رو به شدت پسندیدن. حضور بهتاش به نظرم به نوعی باعث شد که چون پارتنر شما دو نفر بیشتر بود به دیده شدن شما دفعه کمک کرد. بله اینطوری یک قصه آره رئیس شد و شما نماینده نسل جوان در پایتخت دقیقا و این خیلی حسابی که اصلا میخوام بریم خارج از کشور و میخوام بریم اون برای آب و با هر قیمتی که شده خیلی جالب بود خودش
خوب بود آموزنده. آره و این مدت ها بود حتی ما یه چیزایی توی تلویزیون می‌دیدیم، شوخی‌های بین تو رد و بدل می‌شد و اتفاقات بینشون می‌افتاد که ما تا حالا که مقدار کمتر از این جنس شوخی و اتفاقات رو در تلویزیون می‌دیدیم و این نسل جوان چهره واقعیش رو توی تلویزیون کمتر نشونده می‌شد. بله. چقدر حضور بهرام به عنوان بهداشت به شما کمک کرد؟ بهرام افشاری که واقعاً بازیگر فوق‌العاده‌ایه، یعنی زود با هم جور شدیم. آره واقعا خودش هم خیلی خاکی روز اول که ما با ما آشنا شد خیلی گرم با ما برخورد کرد و اینکه خیلی بازیگر خوبیه واقعا، یعنی من قبلا قدیمش هم دنبال می‌کردم، آدمی که خیلی زحمت کشیده واقعا مشخص و ایده ما میداد تو بازی. خود ایشون هم به ما ایده میداد، مثلا میگفت این کارو کنید، خیلی کمک می‌کرد. همه شون به نوعی کمک کردن دیگه.